شتایت خیلی خوش اومدید به چه یوتیوب من امیروز هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیروز اومده مثل هر روز که انرژیاتون سر جاش برقرار بمونه، عاشقتونم مثل الماس بدرخشین، تیم روز بیدرخشه فقط به سمتون. بچه ها چطورید؟ بذارین اینجا بذارم. خب بچه ها توی این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که چطوری میتونیم از یوتیوب و تیک تاک درآمد داشته باشیم. فعلا همین دو تا پلتفرم رو میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری یه جوون ایرانی رو... ببین اونا پرنده است، تو نمیتونی پرنده رو پشت شیشه بگیری کوکو. چجوری یه جوون ایرانی میتونه از دو تا پلتفرم تیک تاک و یوتیوب درآمد داشته باشه که خیلی فکر میکنم سخت میتونه باشه. بیشتر اطلاعات، یعنی باید اطلاعات داشته باشی، هی دنبال این کار باشی، اینو انجام بدی اونو انجام بدی. کوکو ببر دیگه، برو من برو ببینم چجوری میتونیم از این دوتا پلتفرم درآمد داشته باشیم، در صورتی که میدونید بچه ایرانی ها خب به خاطر شرایطی که موجوده ما از همه پلتفرم ها حذفیم، یعنی اصلا نه حساب مستقیم میتونیم داشته باشیم. ولی اگه بخوام پله پله برم جلو بهتون توضیح بدم، اول از یوتیوب شروع میکنم و چجوری میتونیم ازش درآمد داشته باشیم. خب بچه ها شما برای که توی یوتیوب دیده بشین، سلام و درود. سلام. درود بر تو. بخشی سلام، خوب هستی؟ خوبم، مرسی، متشکرم. من از شما یه سوال دارم، به عنوان یه یوتیوبر موفق 206 کا سابسکرایب، مگه امیر؟ مگه 208؟ مگه تو امیر 206؟ از اونجایی که 208 کا سابسکرایب داری، خب به عنوان یه یوتیوبر موفق میشه شما توضیح بدی چه جوری میتونی تو یوتیوب موفق بشی؟ چه جوری میتونی دیده بشی؟ واقعیتش خب باید محتواهای جالب بسازی، محتواهایی که مردم دوست داشته باشن، حالا سرگرم کننده، آموزشی. بیشتر به نظرم مردم تو این وضعیت سرگرم کننده دوست دارن، چون یه فضایی میخوان که یه چیزی ایست باحالی باشه، یه لبخند رو لباشون بنشونه و اینطوری. ممنونم بابت پاسختون. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی یوتیوب برای که دیده بشی صداه، دقیقا چیزی که دست منه. من حالا توی این ویدیو از رود 2 استفاده کردم، توی اکثر ویدیو سعی میکنم از میکروفون خود دوربینم استفاده بکنم. قبلنها اصلا میکروفونم نداشتم. بچه خب ببینید اینجوری نیست که الان نگاه نکنید، دقیقا میخواستم همینو بگم. بچه نگاه نکنید الان، خب من رود 2 دارم، دوربین اضافه شده. بچه همش مثل اصلا مرکب میمونه، یعنی شما اولش فقط باید استارت بزنی. مثلا اگه برید ویدیوهای اول چنل یوتیوب منو نگاه بکنید، کامل متوجه میشید که چه جوری این روند مثل اثر مرکب سودی بوده. خب من اولش با گوشی صدا ضبط میکردم، اولش با گوشی دوربین ویدیو ضبط میکردم، به مرور زمان شده دوربین، به مرور زمان شده رود 2. همینطوری خب میدونید لازم نیست از همون اولش حتما همه چی داشته باشید تا بتونید به درآمد برسید، نه. از همون اولش میتونی استارت بزنی، اولش سخته، ویو نمیخوری، باید قوی بمونی، باید ادامه بدی مسیر رو. این از قسمت اینکه چجوری تو یوتیوب میتونی درآمد داشته باشی. یه سوال دارم، شما چند وقت تو یوتیوب فعالیت میکنی؟ زیاد نزدیک اگه صدا پخ پخ میکنه. شما چند وقت توی یوتیوب فعالیت میکنی؟ تقریبا میتونم بگم یک سال و خورده ای شاید من توی یوتیوب فعالیت میکنم. یک سال چقدر؟ سال خورده، یک سال و چندین ماه دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم. الان چقدر سابسکرایبر داری؟ نزدیک 80,000 تا. بچه‌ها راستی 80,000 تا شدیم. مبارکه، تبریک میگم. شما هم من. در مورد درآمدش این چیزا میتونی صحبت بکنی؟ آیا اصلا خوبه درآمدش؟ آره. به نظر من درآمدش میتونه خوب باشه، ولی نیاز به ویو خوب هست. یعنی تو اگه ویو خیلی پایینم بخوری، خب درآمدش اصلا نمیصرفه. یعنی میگی این چه درآمدیه، خودم بره کار بکنه یه جا بیرون، خب خیلی بهتره. ولی هر چقدر که ویو بالاتر باشه، خب درآمد خیلی بهتری میتونه داشته باشه به نظر من. و توی یوتیوب صدا خیلی مهمه، کیفیت تصویر خیلی مهمه، ولی بیشتر از هر چیزی به نظر من صدا مهمه. من توی این ویدیو از رود استفاده کردم، نمیدونم واقعا الانم واقعا صدام خوب بیفته یا نه، توی ادیت باید متوجه بشیم، ولی فکر می‌کنم الان کیفیت صدامون خیلی بهتر بشه. و راجع به درآمد، بچه ها ببین ما ایرانی ها خب یه مشکل اساسی و خفنی که داریم اینه که ایرانی خب براتون سوال به وجود میاد، امین ما چجوری این پوله رو بگیریم؟ اینجاست که ما سوال برامون به وجود میاد. خب بچه ها اگه کشور ما یک کشوری نه کشوری بود که آزادی داشت و همه چی اوکی بود، تحریم نبود، ما میتونستیم با حسابای مثلا همون حسابای شخصیتون، مثلا چه حسابایی هست، مثلا اسم بانکای مختلف که الان حساب دارید، مثل بانک ملی فلان اسم نمیاریم، میتونستید همون حساب مستقیم توی قسمت ادسنس یوتیوبتون شما اد بکنید. البته اون بانکای شخص، بانکایی که داریم میگیم، باید خب بانکای بین المللی بشه، مثلا مستر بشه، کریدیت بشه، اینا باید انجام بشه تا بانک ها بین المللی بشه دیگه. خب
بتونن کشورهای مثلا از آمریکا مستقیم اون پول واریز بشه به حساب بانکی شخصیت که ما چه چیزی رو نداریم. و چه اتفاقی به وجود میاد؟ یعنی شما برای درآمد، برای اینکه درآمدتون رو بتونید بگیرید باید چیکار بکنید؟ این وسط حالا به خاطر این یه واسطه هایی وجود داره که به خاطر این شرایط این واسطه ها به وجود اومده که این واسطه ها شرکت هایی هستن که توی کشورهای غیر از ایران مثل ترکیه، مثل کشورهای دیگه حالا ثبت شرکت کردن و حسابای خارجی دارن. خب یه درصدی رو میگیرن، میگه من با تو 40% میبندم، یعنی از اون درآمدی که میکنی از یوتیوب، برای مثال دارم بهتون میگم، اگه شما 1000 دلار درآمد میکنی از یوتیوب، میگه من 35% باید قرارداد میبندم، میگه من باید 20% قرارداد میبندم، میگه من باید 50% قرارداد میبندم. حالا تو حساب کن از 1000 دلار مثلا یکی 40% اگه بسته باشه فقط 600 دلار بهش میرسه، یعنی 400 دلار میره تو حساب شرکت پول مفت. برای کسی که، برای یوتیوبری که واقعا داره زحمت میکشه، برای یوتیوبری که واقعا داره وقت میذاره پای کار، ادیت میکنه، داره دنبال ایده میگرده، کار انجام میده، این ور اون ور بدو ولاگ بگیر فلان، بعد یهو میاد 20% 30% 40% درآمدشو باید بده به واسطه، بده به شرکت، این خیلی زوره واقعا. خیلی ما هم تو همین شرایطیم و یوتیوبری که این اتفاق براش به وجود میاد به نظر من ظلمه و به خاطر همین میگم یوتیوبر فارسی، یوتیوبر ایرانی خیلی خیلی باید بیشتر زحمت بکشه و بیشتر از اون حدی که از تلاش بکنه تا بتونه یه نونی در بیاره. و تقریبا فکر کنم نکات کافی برای یوتیوب گفتیم، اینکه چجوری باید درآمد بکنیم، اینکه چجوری میتونیم پول بگیریم. میرسیم به قسمت تیک تاک. تیک تاک هم میتونیم درآمد بکنیم، این چیز خیلی راحته. خب ولی بازم میرسیم به اون مشکل چی؟ حساب بانکی. بازم سر تحریما یه جوون ایرانی سر تیک تاک به مشکل میخوره. کل دنیا میتونن از این دو تا اپلیکیشن پول در بیارن، از این دو تا اپلیکیشن و اپلیکیشن های دیگه خیلی راحت و ایزی. مثلا یه جوون نروژی، یه جوون آمریکایی، یه جوون ترک. بچه‌ها ترکیه هم مرز ایرانه و چند صد کیلومتر فقط فاصله داره با ایران، داره یه جوون ترک این آب خوردن از یوتیوب و تیک تاکش داره درآمد میکنه. بچه‌ها ماشینای خفن زیر پاشونه، خونه های خفن، ویلاهای خفن میخرن. بازم برمیگره سر تحریمه. حالا تیک تاک چجوری میشه درآمد کرد؟ چند تا راه مختلف داره. یک، تو لایو تیک تاک میتونی درآمد کنی، میان بهت گیف میدن، دونیتت میکنن، اینجوری تو میتونی یه درآمد داشته باشی. میتونی قسمت اسپانسر تیک تاک تو باز بذاری و یه سری برندا مثلا مثل گتین، مثل برندای دیگه، هر برندی اینجا خب توی تیک تاکی که توی ترکیه است میتونه از برندای توی ترکیه خب از چی میگن برخورد بشه دیگه، میتونه بیان باش کار بکنه. قسمت اسپانسر تو باز میذاری، میان اسپانسرها بهت درخواست میدن و این داستانا. بعد چند نوع تبلیغات دیگه هم داره، ولی بازم تو قسمت اون حسابت به مشکل میخوری، چون باید ایرانی نباشی، یعنی چون تو باید یا پاست ایرانی نباشه ولا غیر، مثلا نمیشه، یعنی با پاس ایرانی به مشکل میخوری تو سر هر جایی میخوای وقتی آدرس خونه و حسابتو انجام بدی. حالا یه سوال آهان، اینو میشه شما بگی دیگه یکی از راههای دیگه درآمد تیک تاک چیه؟ از طریق لایو بشه که میتونی اونجا لایو بذاری. بعد خیلی اصلا جدیدن خیلی میذارن، همه با هم میان لایو های 6 نفره و اینا داره که مردم میان دونیتت میکنن اونا بهت. آره دیگه بهت گیف میدن، گیفت 1 دلاری داره، 10 دلاری داره، 20 دلاری داره، بهت گیف میدن. مثل یه جورایی مثل توییچ میمونه. بچه توییچ هم استینمرای ایرانی که دارن انجام میدن همجوری دونیت میشن، تقریبا یه چنین چیزیه. و اینکه به عنوان یه کسی که 280 سابسکرایب داره و یوتیوب داره درآمد میکنه، چه نصیحتی واسه یه جوان ایرانی داری؟ نصیحتم اینه که نصیحتم قابل پخش نیست. بذاری نصیحتی قابل پخش بکنم. به نظر من یه چیزی که خب خیلی همیشه به منم میگی، خب اون رو بگی، این که به حرفای و کامنتای منفی و هیت توجه نشاره. آره بچه ها واقعا، خب این همیشه گفتم، من چه توی اینستاگرام چه حالا یوتیوب، واقعا به کامنتای منفی توجه ببین، اونا رو ببینید. یه موقعهایی مثلا میبینی انتقاد خوبی ازتون شده، آدم درس میگیره دیگه، ولی بعضی موقعا واقعا ارزشش رو نداره که بخواید توجه کنید به اون حرفا. کارتون رو انجام بدید و برید به سوی جلو و بهتره کنید. کلی ایده هست، کلی ویدیو هست که میتونید واسه یوتیوبتون بگیرید. اولی سخت، اولش ممکنه اینجوری بشید که وای چرا ویو نمیخورم، وای چرا اینجوری، ولی خب همه چی خب سختی های خودشو داره،
من خیلی با این موضوع موافقم. تلاش کنید مطمئن باشید نتیجه خوبی میبینید. چون میدونی هیتر همیشه هست، مخصوصا تو که قرار موفق بشی هیتر رو تعدادشون بیشتر میشه. آدم باید اهمیت نده. همیشه من این نکته رو اندیکای دوست دارم یاد بگیرم که آدم به کامنت های هیت جواب نده. آدم وقتی به عمق داستان اون هیتره که فکر میکنه میبینه خب اون هیتره کیه. هیتره به نظر من یه کسیه که مثلا براش اصلا مهم نیست من طرف دلش بشینه نشینه، یا آدم حسودی بار اومده، یا آدم اصلا خیلی همینجوری دل خودشو شکوندن اون میخواد اینجوری تلافی کنه. آره آدم نمیدونه واقعا، شاید اگه جای دیگه توی فشاره، مثلا توی خانوادهش، توی این ور یکی دیگه داره تخریبش میکنه، حالشو بد میکنه، قطعا شاید توی خانوادهش مشکلی وجود داره، دارن اذیتش میکنن، دوست داره یه جا خالی بکنه این هیتشو عصبانیتشو. خب میاد یهو میبینه که یکی همسن خودشه داره یه کاریو میکنه، دوست داره یه چیزی بگه، بگه نه تو زشتی، نه تو چقدر مسخره بود، ای تو چقدر این لباست زشته، ای به نظر من که اصلا سو... خیلی ربط. و شما باید اگه قراره یوتیوب شروع بکنید، اگه قراره تیک تاک شروع بکنید، اگه قراره ویدیو گرفتن شروع بکنید، باید خودتو دوست داشته باشی. باید به کامنت های هیت اهمیت ندی، این خیلی مهمه بچه‌ها، به کامنت های هیت اهمیت ندید، کارتون رو ببرید جلو. اینو یادتون باشه هیچ آدم موفقی هیتر نشده که نداشته باشه. قطعا اگه هیتر نداری پس آدم موفقی نیستی به نظر من، چون قطعا همه آدم های موفق هم که هیتر هم دارن. یارو رفته بود ماه ویدیوشو آپلود کرده بود، نزدیک به 2000 نفر اومده بودن دیسلایک داده بودن. اون موقع که یوتیوب اینجوری بود که میشد دیسلایک داد. میخوام بهتون اینو بگم، یارو رفته کره ماه، بازم دو نفر اومدن بهش دیسلایک دادن. گفتم حال نمیکنیم، رفتیم ماه به درک رفتیم ماه، اصلا برام مهم نیست رفتیم ماه. در این صورت میخوام بگم که به هیترها اهمیت ندید، هیترها رو دوست داشته باشید، باید باشن هیترها. بچه خب ایده های جذاب خیلی مهمه، ایده های جالب بگیرید، این داستانا خیلی مهمه. اگه قراره یوتیوب شروع کنید، جالبیه یوتیوب به نظر من همینه که از همون چیزی که هستی شروع بکنی، کارتو انجام بدی، چون وقتی اون روند اثر مرکب به وجود میاد بعد 2 سال 3 سال خودتو که میبینی چه پیشرفتی داشتی، میبینی 2 سال پیش چه ویدیویی تو یوتیوب آپلود کردی. تو خود منو وقتی بری ویدیوهای گذشتهمو ببینی خودم اینجوری هم که اه نگاه کنم چقدر ساده، چقدر واقعا عجیبه. خب بچه این ویدیو تموم شد، مرسی که نیکا توی این ویدیو بودی، مرسی که تجربیات تو برای بچه ها در میان گذاشتیم، این که فقط ناامید نشید به کارتون ادامه بدید. تیم روز عاشقتونم، مرسی که همیشه من رو حمایت میکنید. یادتون نره چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید این ویدیو، بچه های کامنت انگلیسی هم برای من حتما بذارید، این ویدیو رو لایک بکنید. چاکرزم، خیلی دوستتون دارم، بدرود.